انتقال سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری یک گام بعد دو نگرانی. گفتم این نفرای خود شما با ما مردم تشویش ایجاد کرده، در حالی که ماهیت چه چیزی نیست. برش بگوی دو پدر تو خیلی امریکایی است، امی با مثلا خب از برادر کرزای سب گرفته تا کل لگی انمیو امریکایی هستن. ردیابی پست های الکترونیک مدودوف در نشست سران گروه 8 توسط جاسوسان آمریکایی. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس شوش خوش آمدید. در حالی که هر روز عمر حکومت به پایان نزدیکتر می شود و صدای گام انتخابات بلندتر، نگرانی از چالش های انتخابات آینده نیز بیشتر به گوش می رسد. در این میان این روزها واژه اجماعی ملی بیشتر از هر حرف دیگری در باب انتخابات شنیده می شود. برخی اجماعی ملی را برای یک انتخابات بهتر و برخی دیگر این واژه را برای دور زدن روند دموکراتیک قلمداد کردند. هفته گذشته مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری به مسئله اجماعی ملی تاکید کرد و گفت مردم از انتقال نظامی تشویش ندارند، از انتقال سیاسی تشویش دارند و مسئول ایجاد این تشویش و نگرانی افراد وابسته به غرب، به ویژه خلیلزاد و برادران کرزی هستند. بررسی نگرانی های پیش از انتخابات، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی اینجا برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای کرزی. سلامت باشید. جناب مارشال فهیم، شما را گفت که آمریکایی هستید، چه هست پاسخ شما؟ من به مارشال بسیار احترام دارم، من اینا را چندین بار، بیشتر از 100 بار دیدیم و یک آدم ملی و وطن پرست هستند. هر ملحوظی که گفته مارشال صاحب گپار زده، به نظر من تشویش مارشال صاحب از حکومت آینده بیجاست و همه سیاسیون باید بانن که مردم افغانستان زعیم آینده خود توسط انتخابات تعیین کنن. آقای مارشال گفتن که با بردن یک شناسنامه یا پاسپورت به سفارت آمریکا نمیشه وارد این مرحله انتخابات شد. حالا اشارهشون به شما بوده که چند وقت پیشتر ترک تابعیت کردین از آمریکا. درست است. من اول کاندید نیستم و قیوم کرزی هیچ وقت پاسپورت آمریکایی نداشته و همیشه پاسپورت افغانی داشته و این قیوم کرزی هم یکی از مجاهدین افغانستان است که فعالیت‌های از زمان سقوط دولت و زمان آمدن روسا بود، در زمان مجاهدین و طالبان مبارزه را همیشه مبارزه کردن و در کنفرانسی بونم بوده. پس او یک آدم سیاسی است که در سیاست افغانستان همیشه داخل بوده و حتی در مورد خود ما، اگر ما خود کاندید بخوایم خود کاندید کنم، این مربوطی قوانین افغانستان میشه، قوانین اساسی و قانون انتخابات. یک فرد نمیتونه بگه که فلان یا یک کس حق نداره، این مربوطی قوانین افغانستان است. ولی آقای مارشال گفتن که نگرانی که در مورد پس از سال 2014 ایجاد شده، این نگرانی توسط افراد وابسته به غرب، کسانی که آمریکایی هستند ایجاد شده و نام بردن از آقای خلیلزاد و برادران رئیس جمهور که شما یکی از اونها هستید. چیزی که ایجاد شده من از خبر ندارم. من کاش که توضیح میکردین اینو. ولی این تشویشی که پس از سال 2014 آقای مارشال گفتن که مردم بیشتر از انتقال نظامی پس از سال 2014 نگران نیستن، از انتقال سیاسی نگران هستند و این نگرانی را افراد وابسته به غرب کشارش به شما بوده. آقا مردم تصمیم خود میگیرن، یعنی انتقال سیاسی وقتی تعیین میشه و گرفته میشه و انتقال میشه که مردم رای خود بتن به صندوق. پس اگر اکثریت مردم به کسی رای میده، تشویش از کجاست؟ خب این نگرانی را کی ایجاد کرده فکر میکنین؟ من فکر میکنم که ترس از آینده یک چیز بی‌مفهوم است برای ما. وظیفه ما و افغانا، هر کسی که باشه، مارشال صاحب، کرزی صاحب، ما و شما، ایست که کوشش کنیم که انتخابات صورت بگیره، کوشش کنیم که برای مردم افغانستان برنامه داشته باشیم. با یک برنامه باییم با مردم بگویم که ما چی کارهایی را کده میتونیم که زندگیشان بهبود پیدا کنه. حالا اگه شما ببینین تمام ثروت ملی در چند مراکز تجمع پیدا کرده. کدام مراکز؟ مراکز سیاسی اکثرا. مثلا کلی شما میبینید که تمام سیاست مدارا پول دارست. شما از یک چند مثلا نمونه بسیار زیاد است، خودتان میفهمید. سعی کنید، من نام نمیگیرم از خاطر بر من نه اون نهادها را میشه نام ببرید. اما من به یک دستم که
خودی خارجی ها هم ثروت در القهای سیاسی متمرکز ساختن. وقتی از این رسیده که پول افغانستان با مردم افغانستان برسد، خدمات حکومت با مردم حکومت با مردم افغانستان، چرا این کار در سالهای مخصوصا قریه ولسوالی چرا این کار در سالهای گذشته نشد؟ برادر شما مسئول درجه یک کشور افغانستان بودند تا این سالها و هنوز هم هستند. ببینید شما اگر دقت کنین به ایجاد حکومت آقای کرزای در کنفرانس بن، اصلا تشویش در دنیایی بود که افغانستان نخواهد خود بسازه. اینا اول کوشش کردن که موضوعاتی عمدره مثل به وجود آمدن حکومت، مردم های متقاسم با هم شیشتن و بسا مسائل دیگه، اردو، پلیس، سرک ها، زیربنا متوجه ازی بودن. حالا این کارا شده، یعنی خدمات 10 سال گذشته باید فراموش نشه. و تا ولی اینها تمامش در شانه خارجی ها انجام شده، از یاد نبریم. اگر کشورهای خارجی برای کمک افغانستان نمی آمدن این کارا انجام می شد؟ این سوال ترس، اگر مصلحت و مشارکت ملی در افغانستان نمی بودی کار نمی شد که آقای کرزی کردن. و البته امکانات ساختن افغانستان توسط خارجی کمک شده، بله، ولی زمینه را حکومت که خودی مارشال صاحب دومون شامل زمینه را مساعد ساختن که افغان ها با هم بشینن و دنیا مشتاق ازش شد کمک کنن. اینکه آقای مارشال می آین و شما را میگن که آمریکایی هستین و نگرانی هایی که ایجاد شده از طرف آقای خلیلزاد و شما هست نام میبره، با چه هدفی آقای مارشال فکر میکنین که این حرفا را با آدرس شما مطرح کرده؟ من نمیفهم، مارشال سه مرا بسیار دوست داره که یه پر چرا زده از دوستی فکر میکنین این مطرح کرده؟ نه، من تعجب کردم. من نمیفهم که تشبیه مارشال سه بس چیست، ولی ما هم قبرتان میگم که اتر موضوعات نباید مطرح شوه در انتخابات. در انتخابات قانون اساسی افغانستان مطرح است، قانون انتخابات مطرح است و امی اصلا اجماعی که هر کس میگه و با هم مذاکره میکنن مردم و ائتلاف میکنن و مردم هم میبینن، این موضوعات باید مطرح باشه. آقای مارشال گفتن اگر نگرانی که شما میگین که نگران هستن آقای مارشال از آیندهشان، گفتن اگر ظلم شود بالای کسی، اشاره به خودشان، تفنگ خواهند گرفت و به کو بالا خواهند شد. اول خو یک بسیار مهم است که حکومت آینده افغانستان بر حساب عقدمندی نباید انتقام جو باشه و نه چرا این نگرانی آقای کرزی؟ حالا در سخنان شما هم هست این نگرانی. چرا شما نگران هستین که یک حکومت انتقام جو میآید؟ نه، من گفتم نباید حکومت بیاید که اقدامن باشه و محاسبه کنه و انتقام بگیره. یه رو من گفتم. حکومت خب این نشان میده که شما هم اون نگرانی رو که جناب مارشال داره شما هم داره. نه، من ندارم. در مورد من هر حکومتی آینده که آمد اول من تبریک میتونم برای جمهور و باز اگه خواسته باشه کارهای من رو تفتیش کنه و یک کسی سارندوالی رای کنه که ما چی کارهای در افغانستان کردیم. ما از امیال برتان میگم من مطلقا برش اجازه میتونم اتا تشویقشان میکنم. این حالی گپ تا اینجاست که من میگم به طور عموم حکومت آینده وقتی که میایه باید سر آینده افغانستان کار کنه، با گذشته و قنه بینه. چرا؟ از خاطر از اینکه ما و شما سعی کنین افغانستان بسیار پیشرفت کرده ولی بسیار مسائل مانده که حکومت آینده باید کارا رو کنه. مثلا ما و شما باید برای 90% مردم افغانستان کنیم، برای 100% و از نقطه نظر اقتصادی باید امکانات به جای برسانیم که اونجا مشکل است. حتی او رب میگیره با مسائل امنیتی ما. مثلا در قریجات و در ولسوالی ها آیا مثل شهر کابل واری ما امکانات دادیم به مردم؟ خدمات کردیم؟ پس خب کسانی که جناب کرزه این سوال مطرح میشه، کسانی که این فرصت ها را سوختاندند، کمک های جامعه جهانی را به هدر دادند و حتی با این فساد اداری که حالا افغانستان مقام اول را در سطح دنیا گرفت، با اینها آیا نباید حساب گرفت از این کسانی که این فرصت ها را سوختاندند؟ سعی کنین حکومت فعلی شهرها را برای ساخت، حکومت برای ما ساخت، مخابرات برای ما ساخت، میدانهای هوایی را برای ما ساخت، تعلیم و تربیه را ببینیم که یکی از بهترین دستاوردها در منطقه است، باید در نظر داشت سابقه ما. پس این کارها شده. چیزی که من میگم در آینده کارهایی که نشده یعنی میست که یه وضعی که از مردم افغانستان استفاده شود،
برای پول ساختن دولت امکانات باید بر به مردم افغانستان. خدمات ما به قریه و به ولسوالی بره که یک پالیسی است که از حالت فعلی تغییر میکنه، حکومت آینده باید را کنه. یعنی خدمات ما به 20 میلیون باید برسه بیرون از شهرها. 20 میلیون نخواد باشه، خب هر نفوذی که من فکر میکنم 70% افغانستان بیرون از شهرها. ولی شما در ابتدای سخنان تا اشاره کردین که تجمع کرده بیشترین ثروت افغانستان به دست چند تا فرد. چند تا نیز زیاد است. آله شما میتونین و کلیشان در سیاست است متاسفانه. آیا از اینها نباید حساب گرفته شود که دخل و خرج اینها چه بوده است؟ کجا آمده این پول ها؟ نه، من میگم یوازی از اینکه امی کسایی که پول دارم شده اکثرشان مردم هستند که پس در افغانستان زندگی میکنن و سرمایه گذاری میکنن. من میگم یوازی از اینکه ما پشت ازی بگردیم مردم آزار بتیم محاسبه کنیم بهتر است کارهای خود از یک جای شروع کنیم که کار شده و خدماتی را ارائه کنیم که لازم است. پشت ازی گپای گذشته باید نگردیم. حالا بسیاری ها میگن که اینکه نامزدی برادر شما قیوم کرزی چند بار شنیده شده از این عزم، بسیاری ها میگن که در پی موروثی ساختن قدرت هستین، یک برادر برا و برادر دیگر بیاید جانشین شود. نگاه این موروثی ساختن، اول خو قیوم کرزی در حکومت نبوده و نه کار کرده، نه ما خودم کار کردیم نه قیوم کرزی کار کرده. و دیگه موروثی بودن در یک چوکات میه که بدون انتخابات یک استعین میشه. وقتی که ما برای به صندوق میریم و رای میتیم، این مربوط اعتماد مردم میشه که آیا مردم سر ما اعتماد دارن، برای ما رای میتن با نظریاتی که ما راه میکنیم برای ما رای میتن. حالا معلوم نیست که آیا ما میبریم یا نه، اولی معلوم نیست. ولی اگر ببریم، اگر قیوم خان اول خود کاندید کنه، باز مردم برش رای بده، مردم افغانستان به هیچ صورتی موروثی نیست. موروثی باید اینطور باشه که مثل که در دیگه ممالک شما میبینید که بدون انتخابات ولی اگر کس... آقای کرزی بیایه و با این امکاناتی که در اختیار داره حمایت بکنه از برادرش؟ تا بالا این موضوع معلوم نیست. خب یکی از نگرانی های جدی و زمزمه هایی که شنیده میشه این موضوع است. امکانات دست کرزی صاحب اول خو استفاده از امکاناتی دولتی یا حکومتی برای پشتیبانی یک شخص غیر قانونی است. ما باید سر قانون افغانستان اتکا کنیم و دیگه اگر آقای کرزی ممکن اعلان کنه که هیچ کده پشتیبانی نمیکنه و اینطور است که هر کسی اعتراض میکنه و انتقادی داره، ولی این انتقادات باید در چوکات قوانین مطرح شوه. اگر از نقطه نظر قوانین قیم کرزی کدام خلاف رفتاری رو میکنه، درست است او وقت جوابگو باید باشه. واژه اجماع ملی که مطرح میشه سوی رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم، فکر میکنین با چه هدفی؟ اجماع ملی واقعا چه است از دید شما؟ اول خود اجماع ملی تا بالی سر زبان است. تا بالی اجماع ملی وجود نداره و اشخاصی که در اشتراک میکنن تا بالی موجود نیست. شما ببینید چندین اجماع است. یکی اجماعی به نام یک گروپ است، اجماع را به نام یک نام مطرح میکنه، گروپی دیگه به نام دیگه هم نام مطرح میکنه و اجماع ملی هم مطرح شده، ولی کارهای روان است توسط گروپ های مختلف که با هم میشینن مشوره میکنه، ممکن در آینده مدغم شوند و یک اجماع ملی رو بوجود. اجماع ملی به معنای این نیست که تنوع نظریات درباره آینده مردم افغانستان متروک شود از بین بره. ولی نگرانی این است که این جانشین انتخابات آینده شود، بیایند چند فرد. حالا این غیر قانونی است، قطعا غیر قانونی است. اجماع ملی اگر یادتان باشه رئیس صاحب گفت با یعنی خود که دو سه نفر مطرح کنن، یک نفر نه. چرا دو سه نفر آقای کرزی؟ اینا نظرشان است. با نظر ما هم مثلا شما میبینید هیران از نفوذشان از ما که بسیار زیاده، 6 نفر مطرح شد. آیا این لازم است که 200 نفر سابق واری در افغانستان خود کاندید کنه یا 400 نفر؟ ولی باید برای همه این فرصت های مساوی داده شود که بله. نامزد بکنه. بله، از اون خاطر اجماع مختلف بسیار مفید است که مردم های مختلفه متقاعد بسازن که تیر شون و در نتیجه اجماع ملی 2, 3, 4 تا 6 تا 10 نفر معرفی شون و به صندوق برای برن. و
آیا شما هم روی اجماع ملی فکر کردین برای نامزدی برادرتان قیوم کرزی؟ نه. کار کردین تو هنوز؟ ما قیوم کرزی با یک تعداد از مردم در گفتگو هستن و میخواین راجع به آینده افغانستان فکر کنن و میخواین راجع به انتخابات فکر کنن. ممکنه شما یک اجماع بگین که من مطمئن هستم اجماع دیگه هم در شکل تشکل است. در کندهار و امروز هم در هلمند برخی مردم خواستند که انتخابات برگزار نشه. در پشت این صداهایی که حالا میگن انتخابات برگزار نشه فکر میکنین کی هست آقای کرزی؟ والا من خودم نمیفهم. در این باره تحقیق نمیکنم که من در کابل هستم. ولی من یک بار رد ولی شما شناخت دارین از منطقه کندهار و هلمند؟ بله بله. فکر میکنین چرا این صداها بلند میشه که انتخابات برگزار نشه؟ من فکر میکنم که امکان داره بعضی مردم از منفیتی که از نظام فعلی میگیرن مشتاق از این باشن که انتخابات نشه و همین نظام ادامه پیدا کنه. ولی ممکن این در هر قسمت افغانستان باشه، ولی این چیزی است که قانون اساسی رو رد میکنه و انتخابات باشه. و رئیس جمهور هم گفته به مراتب که انتخابات ممکن این کارا بر منفیت شخصی مردم شوه. فکر میکنین این افراد در درون نظام افغانستان هم حضور دارن؟ والا من نمیفهم. مثل گفته نمیتونم اشتباه اسمشم نشه که در درون نظام هستن یا بیرون از نظام هستن، خوب مردم هستن. آقای مارشال تغییر نظام سیاسی را از ریاستی و پارلمانی هم مطرح کردن. بله. شما هم موافق هستین با این طرح ایده؟ نه. و چه دلیل؟ ما سعی کنین اول خو تغییر نظام از ریاست جمهوری به پارلمانی یک هدف سیاسی است که قدرت بدون انتخابات بین اقوام تقسیم کنه. اما اصل موضوع که خدمات و رشد اقتصاد است در نظام پارلمانی غیر ممکن میشه. سه چند دلیل است. اولی که نظام پارلمانی یک نظام مردمی خوب نیست. با چه دلیل؟ با دلیل که شما ببینید نظام های مردمی در توسط انقلاب در امریکا و انقلاب در فرانسه به وجود آمد، ولی انگلیسی ها کوشش کردن که چنین انقلاب را برپا کنن و سلطنت از بین ببرن. اینا موافق نشدن. پس یک مصلحت بین سلطان و یا پادشاه و پارلمان نتیجهش نظام های پارلمانی است. ولی متفاوت از تجارب نظام های پارلمانی در سایر کشورهایی که حالا نظام های شاهی نیستن آقای کرزی؟ نه، شما ببینید تمام مستعمرات سابق انگلستان نظام های پارلمانی داره در اکثریتش. و تا اگر در ژاپن هم شما ببینین امپراتوری خود نگاه کردن و صدر اعظم دارن، ما امپراتوری نداریم. ولی اون بسیاری از منتقدین رئیس جمهور کرزی میگن که رئیس جمهور کرزی در حکم یک سلطان داره عمل میکنه. مثلا در افغانستان پارلمان را در نظر نمیگیره و سایر قوه های نظام را، و این فرد حالا تمام قدرت تجمع کرده به دست یک فرد. یک مردم میگن، مردم ممکن مخالف برادرم باشه یا مخالف پالیسی هایش باشه، ولی قطعا آقای کرزی یک آدم دموکرات است و انتقادات شما میبینید در تلویزیون ها و از خود پارلمان، و نه کسی را بندی کرده و نه به زور کاری کرده. این گپا یک چیز برتا این گپا بی‌معنا است. یک چیز برتا میگم که نظام پارلمانی اگر در افغانستان وجود می از رشد اقتصاد شما صرف نظر کنین. چرا هر پروژه با پارلمان خواهد رفت و سر پروژه در پارلمان جنجال میخیزه که هر پروژه ممکن دو سال، سه سال، چهار سال به تعویق بره. یعنی شما طرفدار سرسخت نظام ریاستی هستین؟ مطلقاً. و آقای قیوم کرزی هم آیا به همین اعتقاد هستن؟ از خودش پرسام کری ولی نمیفهم. از خودش شما از نزدیک میشناسین؟ من میشناسم محمدی مورو هم امرایشان، ما کدام سخن نداشتیم. فکر میکنین چرا معاون رئیس جمهوری میایه و پس از حالا بیشتر از 12 سال تغییر نظام را شویش مطرح میکنه در افغانستان؟ آیا این خود نشان دهنده ناکامی این شکلی از نظام نبودن نظام ریاستی؟ نه، ممکن حالا وقتی معاون اول رئیس جمهوری میایه میگه که یک دشنامخور سوم باشه که با مردم مواجه باشه و هدفشون نخست. ممکن مارشال صاحب از تجربه روسیه از اون تجربه فکر میکنن که اگر نظام تغییر کنن پس در راست نظام باقی خواهد ماند. ممکن یک شما فکر میکنین که
در رأس نظام افغانستان رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم میخوان تجربه که در روسیه پوتین و مدودوف داشتن اون تکرار شود اینجا با تغییر نظام. کرزی خوی خواهش نکرده با مراتب گفته که ما طرف اولشون مطرح کردن. معاون اولشون دیگه از پرسه کرد که آیا هدف میز یا چه و دیگه این امکان نداره. تا شرایط فیری قانون اساسی اجازه نمیده شما میفهمین که ما شورای ولسوالی ها را نساختیم بسا مشکلات دیگه است که اجازه نمیده نظام تغییر کنه اول زمزمه های از برگزاری یک جرگه به گوش میرسه بله چقدر دقیق هست در موضوع پیمان با غرب و امریکا این موضوع مطرح است ولی در ما فکر نمیکنم که در موردی انتخابات و یا تغییر نظام مورد بحث باشه حالا بسیاری ها مطرح میکنن که به این صورت حالا زیر عنوان این که برای پایگاه های آمریکایی و برای مسئولیت دادن به سربازان آمریکایی این جرگه فراخوانده شوه اما رئیس جمهور کرزی داره و تداوم قدرتش میاندیشه و از این جرگه صدا بلند خواهد شد که بمانند در قدرت من فکر یک تصور من فکر نمیکنم درست باشه آقای کرزی با مراتب گفته به طرف انتخابات میره و سریعا گفته و واضح گفته ما که دارم که این چیز که آقای کرزی میگه درست است و ما یقین داریم که انتخابات میشه اگر اینطور است چرا باید بر سر پایگاه دادن به نیروهای آمریکایی و مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی اینقدر جنجال را انداخت حالا چی نیاز به این جرگه حکومت افغانستان از خود خواسته هایی داره و اینا میخواین که آمریکایی خواسته ها را بپذیره و شرایط مونده اگر شرایط حکومت بلی. امریکایی بپذیرن ولی چه نیاز به جرگه سوال اینجا بود در حالی که افغانستان سه قوه داره عملا پارلمان داره این که چند فرد دیگر خواستن و مشوره کردن به چه نیازی در چنین زمانی رئیس جمهور نمیخواد که تنها خودش تصمیم بگیره خب پارلمان هست و پارلمان هم درست است که از یک جرگه دیگه هم در این مورد ما و شما داشتیم دو سال پیش بود یا یک سال پیش ما خودم در اونجا بودم یعنی نظر رئیس جمهور است که در مسائل بسیار مهم از ملت افغانستان پرسان کنه و اینا تصدیق کنه کاری که رئیس جمهور میکنه حالا چه زمانی آقای قیوم کرزی رسما اعلام خواهند کرد که نامزد انتخابات هستند بخیر یک دو سه ماه بعد است بخیر اعلان در موقع اعلان خواهد کردن در زمان معین تصمیم گرفتن تا نوز تا بال تصمیم نگرفتن اینا باید گروه کار میکنن دید و بازدیدی که شما میگین که با مردم دارن روی چی است روی همین مسائل افغانستان است من خودم روز با مردم میبینم تشویشای کرزی در درون کشور تشریف دارن بله با مردم دیدار دارن بله هر روز روی چی آجندایی روی که مثلا مشکلات افغانستان چیست چی میتونه شوه ضرورت مردم چیست خواهشات مردم چیست و هم میبینه که از هان مردم رو بفهمه که اینا چی فکر میکنه راجع به آینده حالا در پایان این بحث سرمنشی سازمان ملل افتضاح کابل بانک گفته به بررسی های بیشتر نیاز داره راست گفته درست میگه شما موافق هستین بالکل 100% ما خواهش کردیم چندین بار همراه کل تمام تلویزیون ها که یک بررسی مکمل از اوضاع کابل بانک صورت بگیره و کسایی که در تخریب کابل بانک داشتن و کابل بانک سقوط دادن این باید معلوم شود که کی کار کرد آیا کی هست آقای کرزی من فکر میکنم که اول مدیریت کابل بانک با کاغذهایی که تزویر گفته میشه اختلاس و همه گپا اینا تمام چیزایشان ساختگی بودن نه تنها که ماس هم دارا رو بازی داد دی افغانستان بانک بازی داد وزارت مالیه رو بازی دادن اینا و هم یک کمپانی بسیار مشهور که همی کارشان است که نظارت کنن اونا رو بازی دادن پس اولی موضوع مدیریت دوم ای که چرا سقوط دادن کابل بانک یه بسیار مهم است چرا کابل بانک کی سقوط قابل... دادن؟ من فکر میکنم که کار دست سیاسی بوده ای. یعنی کابل بانک 600 میلیون دلار داشت فقط اینا باید مدیریت پس میکردن یک مدیریت نو می آوردن و کابل بانک مثل دیگه بانک هایی که تا یک زمان در خطر افتیده بودن پس پول خود می ساخت و هیچ کسی از کسایی که قرضه گرفته بودن از کابل بانک با کابل بانک نگفته بود که ما نمیدیم پس اوشداری یا نگارشی که واشنگتن پست کرد
غیر قانونی بود و موجب ازی شد که مردم برن با کابل بانک و پیسی خود بخواین. علمی حالا اون 600 میلیون دلار که شما میگین به دست نیامد باز. 600 دلار بود. او پیسه شد. حالا سوال اینجاست اگر اون... باید از کسایی که در راز کابل بانک فعلی هستن از اونها باید پرسان شود. که همین پولی که بود خوب سوال است. همین پولی که در وقتی سقوط کابل وقتی که حکومت کابل بانک گرفت بلیم. درست است؟ اول خود من میگم غیر قانونی گرفته اما طور که پامیر غیر قانونی گرفت اینجا بسیار موضوعات مهم حقوقی است که به زور اینا کارا رو میکنن به زور کی کرده این کارا رو به زور؟ حالا یک نگرانی که مطرح است شما و برادر مارشال فهیم از محاسبه باز ماندین در حالی که باید در مورد شما هم تصمیم گرفته میشد سعی کنین محاسبه شد ما پول خود دادیم اما پولایی که از افغانستان برآمده اونا پیدا نشد مثلا مدیریت تصفیه و اینها که با شما هم نظر نیست شما هنوز هم باید برین و اونجا حسابی بتین آه نه نه از نقطه نظر سهم بله موضوع فیصله نشده که او مواد جریان است اما قرضداری ما از ما خلاص شده دادیم و شما ببینین رئیس اگر بانک... دادگاه برگزار شود شما هم حاضر هستین مثل شیرخان فرنود و خلیل فروزی برین در پشت در این دادگاه و اگر ما رو بخواه بله چرا نی؟ آیا شما خواسته نشده در این مورد؟ دقیقتا ما چون ولی پرونده که... شما گفته میشه در دادستانی است نه پرونده سهم در دادستانی است نه قرضا سهم خب... یک موضوعی تا اون موضوع ما میریم اونجا سعی کنیم ما خود تابع قوانین افغانستان هستیم هر محکمه که ما رو بخواه ما حاضر هستیم اونجا بودیم جو... هر افغان مجبور است جواب بده و از زور استفاده نکنه از واسطه استفاده نکنه برد جواب خود بده ما کدام تمام قرضای خود دادیم و با تکیتانه دادیم یگانه شخصی است که نگرانی که مطرح است این که در درون افغانستان شما فرد قدرتمندی هستین همچنان برادر مارشال فهیم تمام نظام به دست برادران شما است با این حساب نمیشه در درون افغانستان یک تصفیه شوه که حالا مردم قناعت بکنن بنابراین نیاز هست یک نهاد معتبر بین المللی بیاید و این کار را بکنه موافق هستین شما ما موافق هستیم که انمی مسائل اگر بین حکومت افغانستان و آمریکا موافقه شوه که انمی محاکمه در آمریکا صورت بگیره ما حاضر هستم ما خوشم میشم از خاطر که اگر در آمریکا صورت بگیره ممکن نقصی که به ما رسیده اما پس بگیرم از دولت افغانستان جبران خساره کنم بازم در افغانستان اگر یک کمیسیونی نو باز بری بررسی مسائل مطرح میشه ما موافق هستم سپاسگزارم محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی ممنون از حضور شما تشکر صاحب سلامت باشید و در حالی که بریتانیا مشغول تدارک برای میزبانی نشست سران گروه 8 در ایرلند شمالی است، اسنادی که توسط ادوارد اسنودن، تحلیلگر اطلاعاتی سابق سازمان امنیتی آمریکا افشا شده نشان می‌دهد که در سال 2009 جاسوسان آمریکایی طی سفر دیمیتری مدودوف به لندن در نشست گروه 20 ارتباطات محرمانه وی را ردیابی کردند. شبکه راشیا تودی نوشته این اسناد همچنین فاش ساخته که یک سازمان امنیتی انگلیس موسوم به سازمان GCHQ سیاستمداران خارجی را تحت نظر قرار داده و در جریان نشست گروه 20 در سال 2009 که در لندن برگزار شد و مدودوف نیز در آن حضور داشت پست های الکترونیکی آنها را ردیابی کرده است. همچنین برخی از نمایندگان برای استفاده از کافینت ها ترغیب شده بودند که توسط سازمان های اطلاعاتی انگلیس به منظور خواندن ارتباطات اینترنتی آنها برقرار شده بودند. افشاگری های اخیر در حالی صورت می گیرد که اوباما به دنبال ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گروه 8 در ایرلند شمالی است. و سپاسگزارم از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدار.